در اقتصاد کلان ما نحله های مختلف داریم که احتمالا شما شاید اسم این نحله ها رو شنیده باشید، اسم این مکاتب فکری رو شنیده باشید. اخیراً یعنی در طی 20 سال گذشته این مکاتب فکری که رقیب همدیگه بودند و اتفاقاً در ستیز با همدیگه بودند به یک شناختی از هم رسیدند، به یک تفاهمی رسیدند. اما با این حال گرایش های فکری افراد اساتیدی که متعلق به هر کدوم از این مکاتب هستند فرق می کند. به طور مشخص اتفاقی که افتاد که این مکاتب فکری به هم دیگه نزدیک شدند این بود که متوجه شدیم که روش تحلیل یک مکتب فکری روش تحلیلی است که به درد بلند مدت می خورد، در حالی که روش تحلیل مکتب فکری دیگر به درد کوتاه مدت می خورد و روش تحلیل مکتب سوم به درد بسیار بلند مدت می‌خورد. دقت فرمایید، بسیار بلند مدت و کوتاه مدت. پس مکتبی که تحولات اقتصاد کلان رو در کوتاه مدت در نظر می‌گرفت، منظور از کوتاه مدت برای ما یک سال هست و حتی شاید برخی اوقات بیش از یک سال، یعنی مثلا تا دو سال تحلیل رو ما کوتاه مدت در نظر میگیریم در علم اقتصاد کلان، شاید تا 5 سال ما بلند مدت در نظر میگیریم، در برخی اوقات تا 10 سال رو ما بلند مدت در نظر میگیریم و بیش از 10 سال تا حدود مثلا شاید تحلیل های اقتصاد کلان 50 ساله، شاید 70 ساله، 100 ساله ای ما داریم که این تحلیل های بسیار بلند مدت هستند. وقتی که ما تحلیل کوتاه مدت انجام می دهیم، معمولاً مکتب کینزیان و نئو کینزیان بیشتر به مباحث کوتاه مدت علاقمند است، یا تحلیلی که ارائه داده در کوتاه مدت ساری و جاری بوده است. مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک تحلیل هایی که ارائه می دادن در میان مدت پاسخ می داده است. بنابراین در گذشته برخورد اینطوری بود که کینزیان ها همیشه می گفتن خب ما تحلیل کردیم، 3 ماه بعد هم این تحلیل اتفاق می افتاد و با افتخار اعلام می کردن که ما به پیشبینی درست رسیدیم، مکتب کلاسیک و نو کلاسیک ناموفق بودند. و در مقابل وقتی که 1 سال 2 سال از اون تحلیل ها می گذشت، حالا مکتب کلاسیک و نو کلاسیک مطرح می کردن که تحلیل های ما درست بوده و تحلیل های نو کینزیان ها و کینزیان ها اشتباه بوده و اونها عجول بودند در تحلیل و در پیشبینی. به تدریج ما دریافتیم که نه، هر دوی این مکاتب درست میگویند، هم مکتب کینزیان و هم مکتب کلاسیک هر دوی اینها درست میگویند، منتها دوره پیشبینی اینها با هم دیگر متفاوت است. و اما مکتب سومی بوده که من تز دکترای خودم رو در همین مکتب نوشتم و اون در زمینه رشد اقتصادی است، تحلیل های بسیار بلند مدت، Growth Economics یا Modern Growth Economics، تحلیل رشد اقتصادی مدرن. تحلیل رشد اقتصادی مدرن در کوتاه مدت هیچ گونه پاسخی برای شما نخواهد داشت، اما در بلند مدت، و منظور از بلند مدت مثلا چند سال هست، در بلند مدت منظورم از چند سال منظورم چند دهه هست خیلی اوقات، در بلند مدت اتفاقا پیشبینی های علم اقتصاد رشد و شاخه رشد در اقتصاد کلان اتفاقا خیلی خوب میتونه پیشبینی کنه که اقتصاد کشور کجا رفته است و به کجا خواهد رفت. بنابراین این مکاتب مختلف اقتصادی نکته اصلی که داشتن همه درست میگفتن، در ابتدا هم مفاهمه نداشتن، ولی الان اگر کتاب های اقتصاد کلان رو ملاحظه بفرمایید تقریبا به یک مفاهمه ای رسیدند. خب ما برای اینکه بهترین ها رو، بهترین کتاب های درسی اقتصاد کلان رو انتخاب کنیم، از هر مکتبی کتاب اصلی اون مکتب رو ما انتخاب کردیم یا فرد معروف اون مکتب رو ما انتخاب کردیم.